بسیار عالی. خب فکر میکنم برنامه‌مون رو شروع کنیم. آروم آروم فکر کنم بقیه هم ملاقات شدن، هرچند الان هم کلمات زیادی اومدن. خب مطابق معمول دوشنبه اول ماه ما برنامه باشگاه فیزیکمون رو داریم. این ماه دوباره برنامه خبر و فیزیک داریم و برای سخنرانیمون دکتر اجتهادی یک سخنرانی بسیار جالب راجع به اصطلاح اندازه‌گیری و معیارهای اندازه‌گیری و سنجه‌های اندازه‌گیری توی فیزیک، مثل تغییراتی که توی اسلاید اخیراً داده شده برامون آماده کردن که حالا بهش میرسیم. با این مقدمه من از علی فرمودی میخوام که بخش به اصطلاح خبر فیزیک باشگاه رو شروع کنه و بعد از اتمام خبر فیزیک من میام و برنامه به اصطلاح سخنرانی رو اعلام میکنم. علی جان لطفا شروع کن. خیلی ممنون. فقط من چون چهره کسی رو نمیبینم، بذارین اول چک کنم صدای منو میشنوین؟ بله. خب تصویرم هم دارین؟ این خورشید داره تکون میخوره. بله، بله. خب خیلی عالی، پس فکر کنم شروع کنم. خب دو ماه پیش که بخش خبر رو گفتیم، من یه خبری راجع به پلاسما و ساختن این تاکاماکا برای در واقع استفاده از انرژی جوش هسته‌ای صحبت کردم. یه خبرم این سری دارم که مربوط به همین جوش هسته‌ایه. از خبر خیلی خیلی داغ داریم تا خبر خیلی خیلی سرد، و یه خبری هم که مربوط میشه به دوره هخامنشیان و زمان پادشاهی اردشیر سوم. این خبر با وجود اینکه 2500 سال قدیمیه، ولی یه خبر تازه توش هست. خب من فقط برای یادآوری، چون دو ماه پیش راجع به صحبت کردم، خیلی وارد جزئیات نمیشم، فقط برای یادآوری توی ستاره ها مواد انقدر گرمن که به حالت پلاسما در اومدن، در نتیجه الکترون ها از هسته ها جدا شد و ما یه گاز خیلی گرم داریم که همه این در واقع تمام الکترون ها از هسته ها جدا شدن، و اتفاقی که میفته اینه که پروتون ها و نوترون ها به هم میخورن و هسته های کوچکتر به هم میخورن و هسته های سنگین تر درست میکنن، و همین که این هسته های سبک تبدیل به هسته های سنگین میشن، انرژی خیلی زیادی رو تولید میکنه و ما خیلی علاقه مندیم که روی زمین این پروسه رو تکرار کنیم و بتونیم ازش برق و انرژی بگیریم. باز جهت یادآوری، در واقع پیشنهادی که الان دنیا داره دنبالش میره یه همچین فضاهاییه که بهش میگن توکوماک، شبیه این شیرینی های دوناته، در واقع یه استوانهیه که خم شده و دوتا گوشش به هم چسبیده. معمولا توی این فضاها فیزیکدان ها دنبال این هستن که این پلاسما رو ایجاد کنن و فرآیند جوش هسته‌ای رو راه بندازن. اگرم بخواییم بدونین اینا اندازه‌اش چقدره، اندازه‌های مختلف داره. این یه توکوماکه که مال MIT که معمولا رکورد داره بیشترین زمانها و بالاترین دماها برای ایجاد این پلاسماس. اینم یه آدمه که این تو نشسته، پس خیلی این توکوماک MIT بزرگ نیست. و این فیلم هم قبلا دو ماه پیش بهتون نشون دادم، ولی خودم انقدر دوستش دارم گفتم یه بار دیگه بذارم. این فیلم 2 ثانیه‌ای رو نشون میده که توی توکوماک MIT فرایند جوش هسته‌ای اتفاق میفته و این نور مربوط به پلاسماییه که اون توه. فیلم رو خیلی کند کردیم، مثلا تا الان من حرف زدم 1 ثانیه گذشته، اون بالا دست راست که عدد داره تغییر میکنه میلی ثانیه است.
اگر یادتون بیاد گفتم بیشترین تموم شد. بیشترین چالش دنیا الان سر اینه که مقدار انرژی که میذارن برای اینکه این فرآیند جوش هسته‌ای رو تو این فشار زیاد و میدان مغناطیسی خیلی بزرگ و دمای خیلی عجیب غریب ایجاد کنن، این انرژی که میذاریم این دما رو ایجاد کنیم و این فضا رو ایجاد کنیم چقدر میارزه به انرژی که ما میتونیم از این سیستم بگیریم و مثلا باش برق تولید کنیم. الان خیلی به صرفه نیست، ولی همش دنبال اینیم که این فرایند رو به صرفه کنیم. خب و میرسیم به اولین خبرمون. خب اولین خبرمون از همین لابراتوار در واقع مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای پرینستونه که این در واقع دو ماه پیش هم من خبر رو از این دیپارتمان آورده بودم. با انجام شبیه‌سازی کامپیوتری افراد متوجه شدن که توی این پلاسمایی که الان شما دیدین یه ذراتی فرکانس های خیلی مشخصی دارن و این فرکانس های خیلی مشخص باعث میشه که توی این هندسه در واقع دونات مانند که مربوط به محفظه‌ایه که ما داریم سعی می‌کنیم توش پلاسما رو ایجاد کنیم، همکنشه که با در واقع امواج توی پلاسما اتفاق می‌افته باعث میشه این ذرات پر انرژی به سمت لبه ها حرکت کنن و یکی از منابع خیلی مهمه از دست دادن انرژی توی در واقع این تاماکاست. و این خبر مهمیش اینه که ما تا قبل از این می‌دونستیم بالاخره یه گاز خیلی داغی اونجا هست، گرما تابش میکنه و گرما میره بیرون، ولی دقیقاً کسی نمیدونست که روی چه بخشی از این پلاسما تمرکز کنه برای مهار حرارت. و الان به کمک مدل‌های شبیه سازی یه تصویری داریم از این که گرما چه جوری توی این در واقع نیروگاهمون از دست میره و این گرما بیرون رو خیلی گرم میکنه. خب خبر بعدی هم از پرینستون مربوط به لابراتوار خانم کانکونی، این خبر توی نیچر فیزیکس چاپ شده. دنیای کوانتوم ما رو به یاد این در واقع ضرب المثل قدیمی میندازه که حقیقت یک فیله که دورش افراد کوری جمع شدن و هر کی یه جای این فیل رو گرفته و فکر میکنه حقیقت رو گرفته، مثلا این فکر میکنه فیل یک شبیه یک ماری خورتوم دراز داره، این فکر میکنه که فیل یک درخته چون پاشو گرفته، و این یکی هم فکر میکنه فیل یک موجودی که شبیه تنابه. ولی از اونجایی که هیچکی این تصویر خیلی کلی رو از فیل نداره نمیتونه فیل رو به خوبی توصیف کنه. ما هم در دنیای کوانتوم یه همچین وضعیتی داریم، هر کی داره سعی میکنه یه تیکه این دنیای کوانتوم رو نگاه کنه و توصیف کنه که این دنیای کوانتوم چه شکلیه. سال 1997 نوبل فیزیک به افرادی تعلق گرفت که تونسته بودن به کمک لیزر اتم‌ها رو خیلی خیلی سرد کنن و یه جور گیر بندازن برای اینکه اینا رو مطالعه کنن. حالا افراد سعی میکنن مولکولا رو خیلی خیلی سرد کنن و با لیزر یه جا گیر بندازن و مطالعه کنن، ولی مولکولا با اتم ها یه فرق اساسی دارن. اتم ها همین یه دونه هست، یه کمی سر جاش میلرزه وقتی سردش میکنیم میشه کم و بیش مطالعهش کرد. مولکولا وقتی سردشون میکنیم اینا یه سری پیوندو دارن که مثل این دستان، این پیوندو تکون میخورن، اینا میتونن بچرخن، زاویهاشون عوض شه. برای همین گیر انداختن مولکولا توی یه دونه در واقع تله لیزری یه کمی کار سختیه و مطالعه رو دشوار میکنه. حالا من یه فرایند شیمیایی رو بهتون نشون میدم. فرض کنین پتاسیم روبیدیوم داشته باشین، پس یه دونه اتم روبیدیوم داریم و یه اتم پتاسیم به هم دیگه چسبیدن. حالا فکر کنین دو تا از این مولکولات داشته باشیم. طی یه فرایند شیمیایی تصویر ما اینه که این پتاسیم‌ها و روبیدیوم‌ها توی حالت میانی قرار می‌گیرن که این حالت خیلی حالت پایداری نیست
و در نهایت پتاسیم ها همدیگه رو پیدا میکنن، به همدیگه میچسبن، روبیدیوم ها هم به همدیگه میچسبن. حالا اینکه این دوتا مولکول با همدیگه در واقع ترکیب شیمیایی بشن و این دوتا مولکول رو به ما بدن، یه فرایندیه که خیلی سریعه، 10 پیکوثانیه است، یا 10^11 ثانیه. اصلا تصورش توی دنیای عادی بسیار مشکله، ولی افراد به وسیله چیزی که ما از کوانتوم مکانیک بلدیم تقریبا میتونن حدس بزنن که این وسط احتمالاً چه اتفاقی میفته. و کاری که انجام میدن اینه که یه نوری میندازن این وسط، سعی کنن این ساختارهای ناپایدار این وسط رو پیدا کنن توی این فرآیند شیمیایی تا بفهمن کوانتوم مکانیکی که ما بلدیم چقدر درسته و چقدر خوب میتونه پیش بینی کنه و مدلامونو تصحیح کنه. حالا مشکل اینه که ما این حالت رو میشناسیم، این حالت تام میشناسیم، یه حدسی هم میزنیم که این وسط توی فرآیند شیمیایی چه اتفاقی میافته، ولی هرچی دنبالش میگردیم نمیتونیم پیدا کنیم این ساختار رو، اون ساختاری که با مدلامون حدس میزنیم، اینا اصلا پیدا نمیشن. تا اینکه این پروفسور نی تو گروهش این مولکولا رو خیلی خیلی سرد کرده، تقریبا یک کمی بالای صفر مطلق اینا رو برده و تونسته این واکنش شیمیایی که 10^11 ثانیه بود و 10,000 برابر کنتر کنه و 360 نانوثانیه کنه. باز این 360 نانوثانیه خیلی زمان کوتاهیه، ولی با تکنولوژی لیزرهایی که ما داریم میتونیم در واقع از این فرآیند تصویر برداری کنیم و کاملا بشناسیم که این وسط چه اتفاقی افتاده. و جالبی اینجاست که این گروه به ما اطلاع دادن که این ساختارها وجود داره، ولی به دلیل اینکه همه فیزیکدان ها دارن با نور لیزر دنبال این ساختار رو میگردن، این نور لیزر داره این ساختار رو تغییر میده و تبدیلش میکنه به یه ساختار دیگه، برای همین ما پیداش نمیکنیم. برای همین این گروه میگه که مدلایی که ما تو فیزیک میشناسیم درسته، فقط ابزاری که داریم باش دنبالش میگردیم اشتباهه، و آدم ها باید برن سراغ ابزارهای رویت غیر از نور، مثلا با میدانهای مغناطیسی بیان اینا رو نگاه کنن، یه روش دیگه خلاصه باید پیدا کنیم برای اینکه این ساختارا رو مطالعه کنیم. و خبر آخر توی PNAS چاپ شده و یه کار مشترک بین دو دانشگاه در مجارستان و یه دانشگاه در آمریکاست. دانشگاه آمریکاییش فکر کنم پنسیلوانیاست و دانشگاه تکنولوژی بوداپست و یه دیپارتمان ریاضی و اقتصاد دیگه هم هست توی بوداپست، اسمش یادم رفته، با اینا مشترک این کار انجام دادن. این خبر برمیگرده به زمان هخامنشیان و پادشاهی اردشیر سوم. اون موقع توی یونان افلاطون بوده و افلاطون کارش این بوده که به دنیا نگاه میکرده و فکر میکرده. این هم یه تصویر فضایی که ایران هم توش میتونیم ببینیم. 2500 سال پیش افلاطون که داشته به دنیا فکر میکرده، تصورش این بوده که دنیا از 5 عنصر تشکیل شده: آتیش و آب و خاک و آتیش و باد و خاک و آب، و یه چیز دیگه که تصورش این بوده که در واقع کهکشان ها از این عنصر پنجم ساخته شدن و اون چیزی که کهکشان ها رو ساخته ما روی زمین نداریم احتمالا. حالا افلاطون که فکر میکرده به هر کدوم از این عنصرها یه شکل هندسی نسبت میداده، مثلا میگفته که اون چیزایی که مواد تشکیل دهنده خاک چیزای مکعبی شکل هستن. حالا یادم نیست برای آتیش و باد چیکار میکرده، ولی این حدس این که افلاطون میگفت خاک از عنصر مکعبی تشکیل شده حدس جالبی بوده. ما بعدها اتم رو کشف کردیم و ذرات در واقع زیر اتمی رو کشف کردیم و فهمیدیم که نه، همچنین از بلوکای مکعبی دنیا تشکیل نشده، از الکترون و پروتون و کوارک و هزار تا چیز دیگه تشکیل شده.
حالا این گروه که اسمشون رو این پایین میبینین، اومدن نمونه های سنگی و خاکی رو توی همه دنیا سعی کردن 10,000 تا نمونه رو مطالعه کنن، از سنگ هایی که دور حلقه زحل پیدا میشه تا سنگ هایی که روی سطح شهاب سنگ هایی که از دوروبر زمین رد میشن مطالعه کردن، و نمونه های خیلی زیادی که ما روی زمین داریم، مثلا یخ ها یا کوه های خیلی عادی که ما داریم، اینا رو اومدن مطالعه کردن، گفتن که ما اینا اگه بشکنن تقریبا به طور متوسط چه شکلایی به خودشون میگیرن، و اینا توی ابعاد مختلف نگاه کردن. مثلا گفتن اگه یه لایه نازک سنگ باشه که دو بعدی حسابش کنیم، این شکلش متوسطش چقدره، اگه سه بعدی باشه چقدره، و متوجه شدن که به لحاظ آماری اگر یک سنگی رو شما وردارید و بزنین زمین این سنگ بشکنه، آمار به شما میگه که این سنگ در شکل‌های مکعبی میشکنه. یعنی اون حدسی که افلاطون 2500 سال پیش از نگاه کردن به زمین زده بود، با اندازه‌گیری آماری خیلی دقیق از رفتار در واقع مواد روی زمین و در دنیا وقتی که میشکنن درست بوده، با اینکه افلاطون اون موقع احتمالا حدسش خیلی شانسی بوده، چون اون که خبر نداشته دنیا از اتم و چیزهای دیگه ساخته شده. البته که استثناء خیلی زیاده. این حرفی که من زدم، در واقع این حرفی که این افراد زدن، حرف بسیار آماریه. مثلا این کوها بالای ایرلند پیدا میشن و اینا به طور طبیعی ساختاره هندسی 6 ضلعی دارن، هر جون این سنگا رو بشکنین اینا 6 ضلعی در میان بیرون. ولی اگر بخواین در آمار دنیا بهش نگاه کنین، در آمار این سنگا خیلی جایی ندارن و میشه گفتش که دنیا در واقع خاک از اجسام مکعبی ساخته شده. خب من بخش خبر رو به پایان میرسونم و امیدوارم که هممون با ماسک همدیگر رو محافظت کنیم. بسیار عالی، خیلی ممنون علی جان، خیلی عالی بود مثل همیشه، خیلی لذت بردیم. بسیار عالی. خب بخش بعدی برنامه‌مون سخنرانیه. عنوان سخنرانی اینه که 1 کیلوگرم چقدر است، و در مورد اینه که واده SI که در اخیراً تغییر کرده تو کتابای درسمون چه تأثیری میذاره و حالا یک سری مسائل مرتبط با اون. من یک صدایی میشنوم که خب الان برطرف شد. خب بسیار، سخنرانمون یکی از چهرهای شناخته شده جامعه فیزیک ایران هستش، دکتر رضا اجتهادی هستن. ایشون معرفیشون نسبتاً کار سختیه چون پیشینه زیادی دارن. من از تحصیلاتشون شروع کنم. ایشون کارشناسی و کارشناسی ارشدشون از دانشگاه تهران گرفتن، دکتراشون از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شدن، یه دوره پس از دکترا در ماکس پلانک آلمان گذروندن و یک دوره پس از دکترا هم در به اصطلاح بریتیش کلمبیای کانادا، و از سال 1384 هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بودن. در حال حاضر هم علاوه بر اینکه هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هستن، رئیس انجمن فیزیک ایران هم هستن، یعنی یه جورای رئیس من محسوب میشن. زمینه تخصصیشون فیزیک سیستم های زیستی و مواد نرم هستش، فیزیک محاسباتی، آماری و سیستم های پیچیده. با این مقدمه من ازشون خواهش میکنم که اسلایدشون رو بیارن و سخنرانی رو شروع کنیم. اول مطمئن شم که من صدامو دارید. سلام به بله، همه بله. شما و تمام دوستان. خب اجازه بدید من اشتراک بذارم صفحمو. الان صفحه منو دارید؟ داره لود میشه. فکر میکنم اومد. بله. بله خیلی خوبه.
امیدوارم همه چی خوب باشه. الان پس صفحه من رو دارید، احتمالا ماوس من رو بله. میبینید درسته؟ بله، من فقط یک توصیه به مخاطبین رو میکنم، اونم اینه که میتونن صفحهشون رو روی حالت فول اسکرین بذارن. این علامت چهارت فلشی که در سمت چپ بالا هستش اگه بذارن صفحهشون نمایش به صلاح نمایش کل صفحه میشه و اونجوری شاید راحت تر بتونن دنبال کنن. ضمن من تشکر کنم از آقای دکتر رئیسی برای هم دعوت هم هماهنگی این جلسه و زحمتی که کلا برای باشگاه فیزیک میکشن. این باشگاه بالاخره یکی از فعالیت‌های خیلی پر سابقه و پر قدمت انجمن فیزیک و ما خیلی خوشحالیم که بتونیم با مخاطب عام در ارتباط باشیم. هر کسی که علاقمند به فیزیک هست فقط لازم نیستش که دانشجویان و دانشگاهیان باشن و سعی میشه که معمولا تو این باشگاه صحبت‌ها به شکلی باشه که برای علاقمندان هم قابل استفاده باشه. نکته‌ای که هستش اینه که من چون که صفحه خودم فول اسکرین کردم آقای دکتر رئیسی، اگر پیام یا سوالی باشه متوجه نمیشم. شما هر وقت لازم بود میتونید منو متوقف کنید. اگر چشم، من سوالا رو براتون بخونم، فقط مایل هستی سوالا رو در انتهای جلسه جواب بدین یا در میانه جلسه؟ ترجیح من اینه که در انتها باشه، ولی اگر سوالی لازمه که برای شفاف کردن موضوع به تشخیص شما میتونید خیلی راحت منو متوقف کنید. خوشحال میشم که جواب بدم در واقع بین. چشم، حتما. ولی اگر میشه سوالی رو عقب انداخت خوب تر انتهای جلسه راحت تر خواهد بودش. روند ما معمولا هم که در انتهای جلسه سوالا رو میپرسیم. چشم، ممنون. متشکرم، مرسی. خب من میخوام امروز در مورد در واقع اندازه‌گیری صحبت کنم. تا عنوانی که انتخاب کردم برای صحبتم این بود که کیلوگرم چقدره، ولی واقعیتش این که منظورم از این درک ما از کیلوگرم نیست، در واقع تعریف کیلوگرمه که چگونه تعریف شده. به واسطه این که ما امروز در کمتر از یک سالی که از تعریف واحدهای جدید استاندارد برای اندازه‌گیری میگذره و این واحدها رو ما باید باش آشنا بشیم، یکی از عنوان فرعی که برای صحبت هم انتخاب کرده بودم بود که کتاب‌های درسیمون قراره که به زودی عوض بشه و باید این گونه بشه. من فکر کردم که شاید اینجا فضای مناسبی باشه برای اینکه علاقمندان رو با واحدهای جدید آشنا بکنم. سعی می‌کنم که خیلی ساده شروع بکنم و خیلی اگر در مورد واحدهای جدید می‌خوام صحبت کنم از قدیم شروع بکنم و از خیلی خیلی قدیم شروع کنم، تقریبا از همون جایی که علی فرنودی در شروع کردش در زمان افلاطون و هخامنشی‌ها، و بگم که خب فیزیک اصلا چجوری شروع میشه و برای شروع فیزیک در واقع معمولا اصل داستان پاسخگویی به بعضی از سوال هاست. مثلا میشه سوال پرسید که چرا بعضی از اجسام در آب غوطه‌ور میشن و بعضی شناور میمونن. نگاهی که به اندیشمندان برای پاسخ دادن به این سوال داشتن دو نگاه بوده. یک نگاه فیلسوفانه بوده که افرادی مثل افلاطون، ارسطو مثلا به این سوال فکر کردن و جواب دادن. خب میگن که خب هر جسمی که دوست داره بره به زمین، علاقش به زمین بیشتر هست خب میره پایین تر، هر جسمی که کمتر این علاقه رو داره باشه باشه روی آب بالا وامیسته، چون که آب خودش یه علاقه به پایین رفتن به زمین داره، این وسط قرار گرفته، بعضی ها بالاتر قرار میگیرن بعضی ها پایین تر. این پاسخ خیلی پاسخ فیلسوفانه ایه و هیچ به درد هیچ اندازه‌گیری و پیشبینی نمیخوره. ضمن اینکه نشون میده که کسی که پاسخ داده هم به سوال فکر کرده هم به پاسخش فکر کرده، خیلی روش زحمت کشیده، ولی این فیزیک نیستش. پاسخی که فیزیک میده، پاسخی که ما میتونیم بگیم پاسخ فیزیکی، پاسخی که شما باهاش آشنایید، پاسخ ارشمیدسه که میاد بر اساس تعریفی به نوعی تعریفی از جرم حجمی میگه که اجسامی که جرم حجمیشون از آب کمتر باشه شناور میشن، اونهایی که جرم حجمیشون از آب بیشتر باشه غوطه‌ور میشن و توانایی پیش بینی رو به ما میده. این همین سوالو مثلا اگر باز شکل دیگه ای رو بپرسیم، همون سوال که چرا اصلا اجسام سقوط میکنن، شاید بعضی از شما فکر کنید که اولین بار نیوتن بوده که پرسیده چرا سقوط میکنه. نه، این سوال به شدت سوال قدیمی هستش و ارسطو هم حتی سعی کرده به این سوال پاسخ بده. باز یک سوال پاسخ فیلسوفانه، سیب از جنس خاک دوست داره به خاک برگرده، ولی آتش از جنس خورشید دوست داره بره بالا. برای همین شما اجسامی که خاک گونه هستن به زمین میان، اون بحث چهار
عنصری که علی هم بهش اشاره کرد، اون اجسامی که خورشیدگونه هستن دوست دارم برم بالا. شاید ما فکر میکنیم که بعضی وقتا فکر میکنیم که جسم ما زمینگونه است، خاکگونه است، دوست داره بیفته زمین، و وقتی که فردی فوت میکنه و همه نگاه ها به سمت آسمون، فکر میکنیم روحش که آسمانگونه است به طرف بالا میره. یعنی تصویر زمینگونه و آسمانگونه وجود داشته برای اینکه چه جسمی پایین، و این تصویر باز تصویر که غیر فیزیکیه. پاسخی که نیوتن میده و اختلافی که نیوتن داره با بقیه اینه که اینجا پاسخ فیزیکی میده، پاسخی بر اساس سری کمیت صحبت میکنه، در مورد جرم صحبت میکنه، در مورد فاصله صحبت میکنه، نیرو صحبت میکنه، و برای این اساس میتونه قوانینش رو بنویسه و بتونه توضیح بده که چرا سیب میفته زمین. ارسطو هیچ وقت نمیتونست فکر کنه که اگه یه سیب رو ببره نزدیک خورشید چقدر سریع به سمت خورشید جذب خواهد شدش، چون که سیب زمین گونه بوده نه خورشید گونه. این پاسخهای فیزیکی ما نیاز به کمیت‌های قابل اندازه‌گیری دارن. یعنی اگه برای پاسخی که آرشمیدس میده، برای اینکه پاسخی که نیوتن میده، ما باید جرم حجمی جرم اندازه‌گیری کنیم و حجم اندازه‌گیری کنیم، باید فاصله اندازه‌گیری کنیم. و برای این فیزیک اصلاً شروعش با داستان اندازه‌گیری و مقایسه کمیت هاست. حالا من مثال‌هایی برای مقایسه میزنم. وقتی که اجسام ما میخواییم چیزهایی رو میخواییم با هم مقایسه کنیم، از عبارتهای آشنایی رو اینجا دارم، مثل کم و زیاد، بلند و کوتاه، سنگین و سبک، تاریک و روشن، گرم و سرد، ارزان و گران، عشق و نفرت، شادی و غم، سریع و کند، و همین گونه میتونم برم تا پایین. و مثالهای خیلی زیادی از عبارتهایی که به نوعی در مقایسه با هم دیگه شما آورده میشن و شما میتونید دو تا چیز رو یک یا خاصیتی رو مقایسه بکنید. ولی وقتی که به این لیست نگاه میکنید متوجه میشید که این لیست رو میشه به دو گروه تقسیم کردش. بعضی از این مقایسه ها رو میشه تبدیل به اندازه کرد، یعنی از اندازه صحبت میکنید وقتی در مورد مقایسه صحبت میکنید. وقتی در مورد کم و زیاد صحبت میکنید، مثلا حتی یک کودک 2 ساله هم میدونه که 2 تا شکلات از 3 تا شکلات کمتره و میتونه اینا رو مقایسه کنه با هم دیگه. وقتی برای بلند و کوتاه صحبت میکنیم، کمیت مثل طول میتونیم در موردش مطرح کنیم. برای سنگین و سبک همینطور، برای تاریک و روشنی ما کمیت هایی میتونیم داشته باشیم. گرم و سرد رو میتونیم با دما اندازه پذیرش میکنیم. ولی مثلا وقتی میرسیم به موضوع عشق و نفرت یا شادی و غم، اینجا دیگه خیلی راحت نیستش. چقدر چگونه ما در مورد شادی و غم اندازه بگیریم؟ عشق و نفرت رو چگونه میتونیم اندازه بگیریم؟ خوشبختی و بدبختی رو چگونه میشه اندازه گرفت؟ مطمئنا فقر و ثروت رو میشه با مقدار پول و حساب بانکی و مای املاک افراد اندازه گیری کرد. میشه فهمید کی فقیرتره یا کی ثروتمندتره. ولی برای خوشبختی و بدبختی آیا این کار امکان پذیره؟ مطمئنا این کارو نمیشه کردش. پس چه فرقی هست بین این مقایسه ها که بعضی هاشون رو میتونیم در مورد اندازه هاشون صحبت کنیم، بعضی هاشون رو نمیتونیم؟ به دلیل وجود یک اصلی به نام اصل همارزی. ما وقتی میتونیم خاصیت و کمیتی رو در موردش صحبتی در مورد اندازش بکنیم که این اصل برش برقرار باشه. اصل همارزی چی به من میگه؟ اصل همارزی میگه که اگر کمیت A با کمیت B برابر باشه، یعنی A و B در اون کمیت هم اندازه باشن، در اون خاصیت هم اندازه باشن، و A با C هم اندازه باشن، اون موقع B و C با هم اندازه هستن. این اصل لازم برای اینه که شما بتونید یه چیزی رو اندازه پذیرش بکنید. در این اصل رو میشه تعمیمش هم دادش، یعنی در مورد هم اندازه بودن میشه اینو به یه مجموعه بزرگتر نسبتش داد. اگر A با B هم اندازه باشه، B با C و C با D و D با E و همینطور بریم جلو، همه اینها با هم اندازه هستن. ما در این بعضی از مقایسه هامون میتونیم در مورد هم اندازه بودن صحبت بکنیم. حالا اگه دوباره من به اون لیست برگردم، میبینید که اون کمیت هایی که من به در واقع مقادیری که به شکل رنگ آبی نوشتم، اگر مقایسه بکنید با قرمزها، اختلافشون در اینه که در اون آبیها همشون اصل همارزی برقراره. یعنی اینکه شما میدونید که اگر شما به اندازه بغل دستتون
گلابی داشته باشید به تعداد گلابی های شما برابر توی سبد شما به سبد همسایتون یه اندازه باشه و اون با همسایه بعدی یه اندازه گلابی داشته باشه، شما با همسایه سوم هم همونقدر گلابی دارید. اگر شما همقدر باشید با دوستتون و دوستتون همقدر باشه با دوست، شما با دوست دوستتون حتما همقدر هستید. این خاصیت همیشه خیلی واضح نیستش. یعنی مثلا شما در مورد گرم و سرد وقتی که صحبت میکنید، دما رو که مطرح میکنید، این همدمایی اینقدر واضح نبوده از روز اول برای فیزیکدانا، برای همین مجبور شدن که برای همدمایی قانون سفرم بذارن و قانون سفرم همون قانون همعرضی برای دماست. اگر A با B همدما باشه، B با C همدما باشه، A با C همدماست. ما میتونیم پس همدمایی رو تعریف بکنیم، ولی مثلا در مورد درد نمیتونیم این کارو بکنیم. اگر من با شما احساس همدردی میکنم، شما با دوستتون هم احساس همدردی میکنید، دلیل نمیشه که من با دوست شما هم با دوست دوستتون احساس همدردی بکنم. این اتفاق بعضی از کمیت ها اینگونه نمیشه راحت اندازه پذیر کردش. پس وقتی ما میگیم اندازه پذیر، یعنی که این اصل همعرضی باید برقرار باشه. شاید تجربه داشته باشید، بعضی از شماها از کودکی شنیده دیده باشید که کسی از کودکی بپرسه که مادرتو چقدر دوست داری. سوال خیلی بدیه، بهتره که هیچ وقت سوال ازش بچه‌ای نپرسی. روانشناسا حداقل به ما میگن که این سوالها رو نپرسید، ولی خب شاید کسی پرسیده باشه و وقتی اون کودک‌ها میخوان جواب بدن چه کار میکنن؟ سعی میکنن اندازه پذیرش بکنن، چون که سوال بعدی پرسیده شده جواب دنبال جوابی میگردن و جوابی ندارن براش. یکی میگه به اندازه ستاره های آسمون، چون که میتونه فکر میکنه میتونه بشماره شد. یکی میگه به اندازه یه قطار، من مادرم دوست دارم، چون فکر میکنه بود بلندترین چیزیه که تو ذهنش اومده. سعی بر اینه که ما هر چیزی رو که وقتی در مورد اندازش چقدری صحبت میکنیم به یک کمیت اندازه پذیر تبدیلش بکنیم. این کار اصل شروع اندازه گیری، یعنی وقتی من میخوام یک چیزی رو اندازه پذیر بکنمش، اگر شرط اصل همعرضی برایش صادق باشه، میتونم به راحتی با تعریف یک واحد اندازه گیری اون کمیت رو به یک عدد تبدیل کنم. بگم مثلا این میز به اندازه 4 وجب من است. این شروع اندازه گیری، یعنی برای اندازه گیری ما به واحد اندازه گیری برای مقایسه احتیاج داریم و بعد عددی که به ما بگه که چند واحد اندازه گیری ما کمیت داریم. تمام اون کمیت هایی که من نشون دادم که تو اصل همعرضی درشون صادق بود، این خاصیت رو داشتن که میتونستن با یک واحد اندازه گیری معرفی بشن. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که بر این واحد باید توافق کنیم. یعنی وقتی شما در مورد وجب صحبت می‌کنید، خب امکان داره که وجب من و وجب شما هم اندازه نباشه. اون موقع در توافق این عدد دچار مشکل میشیم. من میگم که این میز 5 وجبه، شما میگید 4 وجبه، و هیچ کدوم از ما دروغ نمیگیم، فقط مشکلمون در اینه که از وجبهای متفاوتی استفاده کردیم. اینجاست که بحث استاندارد پیش میاد و موضوع این که چگونه باید ما یک واحدی رو درش توافق بکنیم. موضوع به شدت قدیمیه، برمیگرده به نزدیک 5000 سال پیش. واحد اندازه‌گیری طولی که در مصر باستان کشف شده، بهش اسمش میگن کابیت، و این الان در موزه نگهداری میشه. و در ایران هم ما سال در خیلی داشتن واحدهای عرش و ذر، واحدهای خیلی قدیمی هستن که مرسوم بوده، میله‌هایی به طور موزه‌ای محلی تعیین می‌شدن که اینها میتونستن واحدهای اندازه‌گیری باشن. توافقی بر واحد اندازه‌گیری باید انجام می‌شده تا افراد بتونن با همدیگه معامله بکنن، بتونن با همدیگه گفتگو بکنن، خرید و فروش بخوان انجام بدن. و این توافق نیاز داشته که با وجب ما نمی‌شده انجام داد، چون که این توافق به راحتی انجام نمی‌شد مگر اینکه یک واحد یکسانی رو استفاده بکنن. این مبحث باعث میشه که مبحثی رو درست بکنه به نام مبحث اندازه شناسی مترولوژی، که به طور خیلی خلاصه برمیگرده به دانش اندازه گیری، تعریف واحدهای اندازه گیری، روشهای اندازه گیری، تعریف و بررسی روش اندازه گیری و محاسبه دقتها و عدم قطعیتها در اندازه گیری. که من امروز نمیخوام خیلی وارد جزئیات این بحث اندازه شناسی بشم، ولی مطمئنا خیلی مربوطه به بحث امروز من و در جاهایی من بعد بهش اشاره بکنم. یکی از نکاتی که در مورد اندازه‌گیری ما صحبت می‌کنیم، اگر برگردیم به همون قانون همعرضی یا قانون سفرممون، که اگر تعدادی کمیت جنس داشته باشیم در کمیت هم اندازه باشن، A و B و C و D و E و F، و همه اینا هر دوتایی از اینها رو شما بردارید، اینا با هم اندازه هستن، چون که اون اصل همعرضی برشون حاکم هستش.
حالا در عمل ولی این گونه نیستش. در عمل ما کمیت برای هم اندازه کردن همیشه مشکل خطا رو داریم. یعنی اینکه فرض کنید که اگر این جمع امروز ما مجازی نبود و ما در کنار همدیگه این جلسه رو داشتیم و من متعدادی چوب کبریت به تک تک شماها میدادم و یک چوب کبریت رو نصف میکردم و میگفتم که یا تیکه ای از جدا میکردم و میدادم به نفر اول و میگفتم از اون چوب کبریتی که در اختیارش هست به اندازه این جدا بکنه و بعد اون چوب کبریت خودش رو به نفر بعدی بده و این کار رو تکرار بکنه، اون موقع یک رشته ای درست میشد که از اون چوب کبریت اول که من معرفی کردم شروع میشد و بعد هر فردی میتونست به وسیله گرفتن چوب کبریت همسایش این کار رو ادامه بده و بره جلو. در این شرایط هیچ دلیلی نداره که اون چوب کبریت آخری دقیقاً هم اندازه چوب کبریت من باشه که ابتدای داستان رو شروع کرده و این خطا به دلیل اینکه در هر هم اندازه کردن یک مقدار خطا ایجاد خواهد شدش. یعنی اگر من فرض کنم که چوب کبریت من خطایی نداشته و دقیقاً اون چیزی بوده که من می‌خواستم اندازه مورد نظر ما بوده، نفر دوم حتما با یک مثبت منفی دلتای خطایی تونسته این کارو هم اندازه بکنه چوب کبریتش و چوب کبریتی که در اختیار من بوده و نفر بعدی مطمئناً یک خطای دیگه ای که اگر فرض کنیم همین خطای دلتا رو داشته باشه با یک خطای دلتایی چوب کبریتش متفاوت با چوب کبریت نفر اول هستش. ولی و همین گونه اینها جمع میشه این خطاها، البته به دلیل اینکه این خطاها میتونن همدیگه رو بعضی وقتا کنسل بکنن، جهتش مثبت و منفی هستش، به طور آماری میشه نشون داد که اگر n بار این اتفاق بیفته، این رشته یک رشته n باره باشه، این چوب کبریت آخر خطاش به طور آماری باید رادیکال n برابر خطای در هر بار اندازه گیری باشه. به این معنی که اون چوب کبریت آخر و اول دیگه میتونن با هم اختلاف قابل توجهی داشته باشن اگر n بزرگ باشه، ولی این فرایند دنبال پذیری، یعنی شما میتونید این مسیر رو دنبال کنید و میدونید که چگونه از اون شرایط اولیه به این شرایط آخریه و به این خطا رسیدید. اینجا مشکلی که پیش میاد اگر دو نفر از ما تنها راهی که میشه فهمید که چوبه کبریت چه کسی اندازش دقیق تر هست اینه که برگردیم تو این رشته دنبال پذیر و ببینیم که چه کسی با اون چوبه کبریت اول فاصله کمتری داره اندازه چوبه کبریت در اختیارش هستش. پس اگر من به یک دعوای حقوقی برخورد بکنم در مورد این که مثلا در یک معامله‌ای که دو نفر از متری استفاده کردن که متراشون با همدیگه نمیخونده، باید ببینیم که این مترها با کدومشون با اون متری که انتظار میره که درست باشه همراه باشه. تعریف این متر اول کاری که به ما یک اندازه شناسی قانونی برای ما اندازه شناسی قانونی تعریف میکنه، یعنی اینکه اینجا دیگه بحث قاضی و دادگاهه برای اینکه دعوای حقوقی بین دو نفر که در یک داد و ستدی با هم به مشکل برخورد کردن رو حل بکنه، اون واحدهای محلی اگر در حد محلی باشه و یا واحدهایی که باید توافق بین المللی اگر این داد و ستدها در حد بین المللی باشه باید تعریف بشه. پس باید یک نهادی وجود داشته باشه که بتونه این توانایی رو داشته باشه که تعریف کنه که مثلا متر یعنی چی و همه اینو قبول بکنن. اینجا بدون داشتن یک پروتکل ها و یک تعهدنامه های بین المللی یا حداقل محلی نمیشه این کارو کردش. در جوامع قبیله‌ای و کوچیکتر، هر کشورهای کوچیکتر، خب خیلی راحت میتونست احتمالاً حاکم محلی یا پادشاه تعیین بکنه که منظورش از واحد طول چی هستش. ولی وقتی که این ساختار بزرگ میشه و کشورهای مختلف یا جوامع مختلف به هم دیگه میرسن، حالا برای هم صحبت شدن احتیاج به توافقات بین‌المللی دارن. اینجا بحثی پیش میاد به نام اندازه شناسی قانونی. این کاری که اندازه شناسی قانونی میکنه باید اون مرجع اولیه که من اینجا مثلا به طور نمادین با شماره یک نشونش دادم و معرفی کنه به ما و بگه که آقا از امروز این میشه واحد اندازه‌گیری این کمیت به خصوص و بعد شروع کنه از روی این با هم یک سری نمونه های هم اندازه با این درست کنه و این نمونه ها رو توضیح کنه بین مثلا فرض کشورهای مختلف و هر کشوری این نمونه ها رو از روشون نمونه های جدید درست کنه و توضیح کنه برای
به بخش های مختلف کشور و بعد هر کدوم از اینها برای نواحی مختلف. امروز اگر من یک خطکش 30 سانتی توی جیبم داشته باشم، توی کیفم داشته باشم، این خطکش 30 سانتی رو میتونم مطمئن باشم که با دقت قابل توجهی به صورت با دنبال پذیر برمیگرده به اون نمونه اولیه و این 30 سانت با اون 30 سانتی که اینجا تعریف شده حتما یک رابطه‌ای داره و میتونم اگر این رابطه وجود داشته باشه بهش میگم این خطکش استاندارد هستش، خطکش 30 سانتی استاندارد. و اگر استاندارد هست خطاش قابل قبوله، خطاش محاسبه شده و میتونم ازش استفاده در حد خطایی که برای اون تعریف شده از در اون حد ازش استفاده بکنم و هیچ مشکل قانونی برای من پیش نیاد. خب حالا این داستان اندازه شناسی قانونی از کجا شروع شد؟ بعد از انقلاب فرانسه. در واقع انقلاب فرانسه مثل خیلی از انقلاب‌های دیگه خیلی چیزا رو تغییر داد. ما در کشور خودمون هم تجربه انقلاب داریم که تغییرات خیلی شدیدی رو ایجاد کردش. یکی از کارهایی که انقلاب فرانسه کرد باز هم مثل انقلاب‌های دیگه تغییرات بنیادی بودش. اگر ما در کشورمون بعد از انقلاب یه مقدار اسم خیابونامون رو عوض کردیم، در فرانسه تصمیم گرفتن یکی از کارهایی که کردن این بود که سیستم اندازه‌گیری رو عوض میکنن. اون بعد از انقلاب فرانسه در سالهای انقلاب فرانسه واحدهای مبنای دهگانه دهتایی که در اعشاری معرفی شدش و این با به شکلی بودش که با متفاوت باشه با واحدهای اندازه‌گیری که معمولا در انگلستان استفاده میشد در اون زمان و برای طول مثلا فوت و اینچ بودش که ساختار اعشاری نداشت، دهگان نداشتش. یکی از این تغییراتی که داده شد در اندازه‌گیری تور بود که سیستم متریک رو معرفی کردن در 1795 و الان شما اگر به پاریس سفر بکنید در این آدرس در شماره 36 خیابون، این خیابون در پاریس، شما میتونید سنگی رو به دیوار ببینید که این سنگ درش دو تا علامت روش هستش که فاصله این دو تا علامت متره و بارش نوشته شده متر. این یکی از قدیمی ترین نمونه های در واقع قدیمی ترین نمونه استاندارد برای متر که در فرانسه در زمان انقلاب پایه‌گذاری شدش. بعد از این اتفاق بعضی از کشورهایی که از نظر سیاسی به فرانسه نزدیک بودند شروع کردند از این سیستم متریک استفاده کردن. کشورهایی که ارتباط اقتصادی داشتن با فرانسه و از نظر سیاسی مشکلی نداشتن. مطمئن اون زمان بزرگترین دشمن فرانسه انگلستان بود و می‌بینیم که هنوزم که هنوز در انگلستان این سیستم متریک خیلی قوی جا نیافتاده در کشورهای در انگلستان و بعدش در امریکا. ولی در اون سالها در سالهای 1975 تا 1795 سیستم متریک در فرانسه جا افتاد و این تعریفی برای متر شروع شدش. هم در یه چیزی حدود 70 سال بعد 80 سال بعد از این داستان جمعی از 17 کشور به دور همدیگه نشستن و یک اداره بین المللی اوزان و مقیاس. سلام برخشدهای دکتر یه مشکلی هست دارم، یه تعداد زیادی از افراد اسلایداتون رو ندارن. میخواستم پیشنهاد کنم میخواین یه بار اسلایداتون رو خاموش کنین دوباره روشن کنین شاید برای و دوستانم اگر چیز آخه بعضی گفتن که خارج شدن وارد شدن دوباره ندارن، حالا اگر امکانش باشه یه بار قطع کنین دوباره وصل کنین. بله من الان این کار انجام خواهم دادش یک بار دیگه. نوشتن دوستان اسلاید شماره 12 رو متوقف شدن. الان دارید شما اسلاید منو؟ من دارم. الان نمیدونم که دوستان درست شد یا نه. میگن درست شده. بعد من شاید از اسلایدی که نشون دادم در واقع این اسلاید جذابش بود که یک متر قدیمی به دیواری در خیابونی در پاریس رو معرفی کردم و بعد از این داشتم توضیح میدادم که سوره ساختار بین المللی و قانونی این فرایند تعریف واحدها 17 کشور در 1875 به دور هم اومدن و یک اداره بین المللی اوزان و مقیاس ها رو در پاریس پایه‌گذاری کردن، در فرانسه پایه‌گذاری کردن که مخفف اسم فرانسویشون اگر نگاه کنیم BIPM گفته میشه بهشون. و این در این سال یک پیمان بین المللی به نام پیمان مترو، کنوانسیون متر رو پایه‌گذاری کردن و تصمیم گرفتن که توافق کنن که بر اندازه‌های واحدهای اندازه‌گیری یکسان
این رو استفاده بکنن در تمام داد و صدات های بین المللیشون و در داخل کشورشون. این اداره بین المللی یک کنفرانس هایی رو پایه‌گذاری کرد به نام کنفرانس های در عمومی یا مجمع عمومی اوزان و مقیاس ها که هر چند سال یک بار برگزار میشه و در این مجموعه تصمیم گیری میشه در مورد اینکه چه کمیتی رو چه اسمی برش بذاریم، اندازش چقدر باشه و چگونه استفاده. برای تصمیم گیری در مورد واحدها پیدا کردیم. نتیجه این داستان این گونه شدش که در سال 1960 یعنی 100 سال بعد از این داستان سیستم واحدهای بین‌المللی SI خلق شدش که من میخوام خیلی سریع تاریخچه این داستان رو بگم و بعد برم دنبال اتفاقات بعد از این داستان 1960. فقط برای اینکه یک تصویری داشته باشید از اینکه چه اتفاقی افتاد، از گفتم در 17 کشور در 1875 این مجموعه رو راه اندازی کردن و به پیمان متر رو ملحق شدن، در واقع خواستن پایه‌گذاری کردن. کشور ما نزدیک 100 سال بعد از این داستان در 1353 شمسی همزمان با تأسیس سازمان انرژی اتمی به پیمان متر ملحق شدش و باز هم جزء اولین کشورهایی بود، یعنی تقریبا فکر می‌کنم 35مین 36مین کشوری بود که به این پیمان ملحق شد. الان تقریبا کشورهای زیادی در دنیا تو این پیمان به این پیمان پیوستند. البته بعد از انقلاب یه مقداری نسبت به این اهمیت حضور ایران در این پیمان بی‌توجهی شدش که خب با شرایط انقلاب اون سالها، ولی بعد در سالهای اخیر خوشبختانه دوباره سازمان استاندارد و سازمان اندازه‌شناسی تو ایران فعال شده و ایران داره سعی میکنه که جایگاه جدیش در این پیمان داشته باشه و این یکی از پیمانهای مهم بین‌المللی برای توافق بر اوزان و مقیاس هاست و این هم کشورهایی هستن که الان حتی اگر جزء پیمان متر نیستند ولی در کشوراشون استفاده از واحد سیستمای متریک اجباری هستش، به غیر از دو سه کشور، یکیش مهمترینش امریکاست که همیشه ساز مخالف میخواد بزنه و چند تا کشوری که اصلا اسمشون هم شاید خیلی راحت نشه پیدا کردش، برای کوچیکی که اینها رسمی استفاده در تجارت برایشون استفاده از متریک هنوز اجباری نشده، بقیه کشورهای دنیا تقریبا اتفاق براشون افتاده. خب حالا برگردم به سال 1875. در 1875 بعد از اینکه پیمان متر رو گذاشتن خیلی واضح بر سه کمیت زمان، طول و جرم توافق وجود داشت، یعنی اینکه این سه کمیت کمیت‌های اصلی هستن که از جنس متفاوتی هستن، یعنی نمیتونیم با اینا رو با هم از همدیگه به دست بیاریم. پس سه کمیت اصلی زمان و طول و جرم در واقع که از کمیت های ما یا زمانگونن یا طولگونن یا جرمگونه هستن. مثلا سطح و حجم یک کمیت هایی از جنس طول هستن که بعد از مثلا کمیت هایی از جنس زمان و طول شما کمیت هایی مثل شتاب و سرعت میتونید تعریف بکنید که ترکیبی از طول و زمان هستن، یا از ترکیب هر سه اینها کمیت مثل نیرو میتونه به دست بیاد که تمام این کمیت های بعدی رو ما بشه میگیم کمیت های فرعی. پس توافقی در پیمان متر میشه که سه کمیت زمان، طول و جرم کمیت های اصلی باشن و برای سوال سر این بودش که خب کمیت ها در کمیت ها توافق داریم، حالا آیا بر واحد هاشون هم توافق داریم، چه واحد هایی برای اینا انتخاب بکنیم؟ برای واحد زمان مشکلی وجود نداشت تقریبا، به طور سنتی زمان بر اساس تقسیم بندی روز بنا نهاده شده بود، یعنی اینکه از قدیم ما یک روز کامل داشتیم و به طور سنتی تقسیم بندی 24 ساعت و 60 دقیقه و 60 ثانیه که یه مقدار زیادش از کارهای ابوریحان بیرونی در اومده بود، این تقسیم بندی ها رو مردم در دنیا باش کاملا آشنا بودن و کار میکردن. در سال 1650 هویگنس یه ساعت پاندولی ساخته بود که طول آونگش دقیقا جوری بود که خیلی نزدیک به یک ثانیه رفت و برگشت میکرد، یعنی اولین ساعتی بود که میتونه ثانیه رو بشماره، در واقع تیک تاک تیک تاک میشد شمردن ثانیه برای اون ساعت پاندولی. پس ثانیه تعریفش به راحتی تبدیل شد به 186400 روز. پس در مورد ثانیه توافق کردن. البته خیلی زود بعد از اون
ساعت‌های ساخته شد، کریستال‌های کوارتز به کار برده می‌شد. خیلی خیلی زود، نه چندین سال بعدش، حالا یعنی بعد سال‌های بعدش ساعت‌های کریستالی ساخته شد که نشون داد که با روز مشکل دارن. یعنی یا باید قبول می‌کردیم فرکانس نوسان کریستال‌های کوارتز داره هی تغییر می‌کنه، یا اینکه روز داره یه ذره تغییر می‌کنه. و اینجا دعوا خیلی منطقی بودش که باور کنیم که کریستال کوارتز داره درست کار می‌کنه و این روزه که خیلی دقیق نیست. واقعاً ما می‌دونیم روز تحت تأثیر پدیده‌های حالا نجومی از جنس مثلا جزر و مدی و مسائل حرکت سیارات دیگه، روز اونقدر هم میتونه دقیق نباشه و تغییرات در حد ثانیه میتونه داشته باشه روزهای ما. و اینجا یه مشکلی پیش اومد، ولی حداقل در سال 1875 ما مشکلی با این نداشتیم. یعنی اینکه در زمان پیمان متر ثانیه خیلی راحت تعریف شد. در مورد متر، از بعد از انقلاب فرانسه تا این تاریخ که بوده 70 سال 80 سال میگذشت، تعاریف مختلفی برای متر سعی کردن بدن. یکیش این بود که طول آونگ ثانیه، همون طول آونگ که هویگنس داشت، تا طولی که ساعتی که تیک تاکش برای ثانیه باشه آونگش رو بگیریم بگیم که خب این طولش متره. خیلی زود معلوم شدش که این طول آونگ در نقاط مختلف زمین به خاطر تغییر گرانش، اختلافی که در میدان جاذبه گرانش داشتن، این طول آونگ دیگه نمیتونه ثابت باشه. پس این خیلی معیار خوبی نبودش، ثابتی نبودش. یه راه دیگه این بود که بگیم که یه فاصله رو کره زمین بگیریم، بگیم که اون یک مثال چیزی که پیشنهادی که شد برای چندین سال در فرانسه جا افتاده بود، این که یک 10 میلی‌نیوم فاصله قطب تا استوا رو انتخاب کنیم. البته اون نصف النهاری که از پاریس حتما میگذره. و این هم خیلی نه دقیق بودش نه دقیق قابل محاسبه بودش، با روش های نجومی محاسبه، روش هندسی محاسبه شون خیلی دقیق نبودش و کار خیلی خوبی نبودش. خیلی راحت به این توافق رسیدن که آقا بی خیال، هیچ چیزی رو ما تعریف نکنیم، بیاید میله رو بسازیم، بگیم آقا متر دیگه. و یه میله پلاتینی ساخته میشه به اسم متر استاندارد، در واقع متر بین پروتوتایپ اینترنشنال، بین المللی برای متر. و از روش هم همون سال در سال 1889 30 تا کپی پلاتینیوم ایرودیومی میسازن که این کپی ها رو هم یه چند تاشو بغل خودمون متر استاندارد نگه دارن و که اگر یه اولی مشکلی پیدا کرد یا مثلا آتش سوزی شده شو مشکلی به شما، در همون نزدیکی ها چند تا دیگه هم نمونه ازش داشته باشیم که دنیا بدون وارث نمونه از این متر. و بقیه‌اش هم به این کشورها، 17 تا کشوری که باهاشون کار می‌کردن، یکی بدیم که آقا برن تو کشورهای خودشون و از این متر استاندارد استفاده کنن، مترهای خودشونو بسازن و کار بکنن باهاش. این شده شروع متر. در مورد کیلوگرم کار از اینم راحت‌تر بود، اصلا هیچ بحثی نبود، چیزی نداشتن برای کیلوگرم. همون ابتدا یه تصمیم، یه استوانه پلاتینی رو گفتن آقا این کیلوگرمه. مسئله کیلوگرم به این سادگی حل شدش. همون ابتدا 10 تا نسخه در همون سال 1889 10 تا نسخه براش درست کردن که در نزدیکی خودش در همون موزه در فرانسه نگهداری بشه. و بقیه هم تعداد زیاد 17 تا هم باز به کشورهای دیگه دادن که هر کشوری یه نمونه داشته باشه. بعدها هم کشورهایی که به پیمان متر ملحق می‌شدن یکی یه نمونه از این استوانه‌هایی که کیلوگرم و اون میله‌های متر تحویل می‌گرفتن. ایران هم بعد از اینکه به ملحق میشه به این پیمان، این نمونه‌ها رو تحویل گرفت و در موزه باید در موزه استاندارد باید نگهداری کنه این نمونه‌ها رو. این شروع داستان شد. پس برای ثانیه تعریفش خیلی مشخص شد، متر و کیلوگرم هم با دو تا نمونه‌هایی که ما توافق کردیم که اینها واحد استاندارد باشن شروع داستان هستش. خب خیلی سریع حالا از اینجا به بعد داستان رو با تاریخی ببرم جلو. 1875 پیمان متر و تشکیل بی آی پی ام. در 1889 توافق بر ثانیه، نمونه های پلاتینی متر و کیلوگرم استاندارد و تحویل این نمونه ها به تمام کشورهای عضو. 1913 در این اتفاق در کنفرانس های عمومی گفته می افتاد. در کنفرانس پنجم مشخص شد که دمار هم باید به اینا اضافه کنیم. دمار با اینا متفاوته، نمیشه یه دمار یه کمیت جدید اصلی سر کلش ظاهر شدش. در کنفرانس هشتم 1933 بار الکتریکی مطرح شد و مشخص شد که ما باید بار الکتریکی هم باید اینجا به این جمع اضافه کنیم، که همون ابتدا کلون پیشنهاد شد برای واحد بار الکتریکی. و به دلیل جنگ جهانی نزدیک 15 سال دیگه کنفرانسی برگزار نمیشه و این کلون داشته برای خودش میگشته به عنوان واحد اصلی، تا اینکه در 1948 به دلایل فنی و ساده بودن اندازه‌گیری آمپر در برابر بار الکتریکی، آمپر
بازی رو میبره و کلون رو کنار میذاره و اینجا آمپره که بار بر ثانیه است، چون ثانیه هم قبلا تعریف شده، میتونه واحد اصلی ما بشه. نکته پس تعریف یه واحد اصلی برای خودش یک سابقه تاریخچه داره. به این راحتی نیستش که ما بگیم که راحت کلون تبدیل شد به آمپر. خیلی داستان پیچیده است. واحد درجه برای درجه دما هم که مشخص شد که یه واحد اصلی باید باشه، اون واحدش سیلیسیوس انتخاب شد در اون زمان. دوباره سیلیسیوس بازی رو به کلوین در کنفرانس بعدی میبازه و کلوین جایگزین میشه برای واحد اصلی و در همین زمان 6 تا واحد ثانیه متر کیلوگرم کلوین آمپر و کندلا که برای روشنایی معرفی شده بود در اون زمان مشخص میشن که اینها واحدهای اصلی بین‌المللی باشن که تمام دنیا باید برش توافق کنن و سیستم SI پیشنهاد میشه. ولی برای اینکه عملیاتی بشه به سال 1960 و کنفرانس 11 هم باید بریم که در اینجا تعریف متر عوض شد. تعریف متر از اون میله تبدیل شد به یک کمیت فیزیکیه که به خاصیت از یک اتم طول موج خطوط طیفی از اتم کریپتون برای یک تعریف جدید از متر گذاشته شد. دلیلش هم اینه که مترهایی که در اختیارشون بود با دقت اندازه‌گیری و مشکلاتی که داشتن دیگه با هم خیلی بعضی وقتا میتونستن با هم توافق با بالا رفتن دقت اندازه‌گیری اون توافق روز اولیه رو نداشته باشن و دنبال یک چیزی بودن که توافق یکسانی داشته باشه. این SI در 1960 پس خلق میشه، تولد SI هستش. بعدها ولی داستان ادامه پیدا میکنه، اینجوری نیستش تمام بشه. اولین اتفاقی میفته که ثانیه همونطوری گفتیم 86400 روز ثابت نبود، تغییر میکرد، بعد یک کمیت دیگه برش میذاشتن. تصمیم گرفته شد بر اساس فرکانس خط طیفی سزیوم ثانیه تعریف بشه، یعنی اگر چند بار یک نوسان نور داشته باشیم تا بشه معادل یک ثانیه، که عددی که من اینجا نوشتم یک عدد 10 رقمی، اگر این تعداد نوسان داشته باشه اون تو خط نور اون خط طیفی معادل یک ثانیه هستش. و در کنفرانس 14 هم مول به این مجموعه اضافه شد که مقدار ماده هستش با تعریف 12 گرم اتم 12 کربن 12 مول هم به این خانواده اضافه شد و این اون چیزی هستش که ما بهش میگفتیم دیگه SI پس هفت کمیتی که به این گونه تعریف میشه. ولی باز داستان حالا ادامه پیدا میکنه، داستان SI اینجا تموم نمیشه و مشکل از اینجا پیش میاد که بیشتر از همه بالا مثال کیلوگرم رو بذارم که خیلی واضح هستش. با کیلوگرمی که توی موزه هست ما باید SI رو تعریف کردیم، ولی همونطور که گفتم این کیلوگرم موزه به عنوان مبدا در واقع مرجع استاندارد ما هستش و یک تعداد زیادی کپی رو در همون سالهای 1900 از این کیلوگرم ابتدایی ما ساختیم، یعنی در واقع سال همون اول تعداد حدود 30 تا نمونه مشابه ازش ساخته شده. اینجا نشون میده که بر اساس زمان اگه بیایم هر سال این نمونه هایی که قرار بود یک روزی دقیقا هم وزن باشن هم جرم باشن رو دوباره بذاریم رو ترازو اندازه کنیم، به دو دلیل اینها دیگه با هم به توافق نخواهند بود. یکیش این که دقت اندازه گیری ها بالا میره. اون زمان تکنولوژی سال 1900 با تکنولوژی امروز خیلی متفاوته، دقت اندازه گیری ها متفاوت هستش. اگر دقت اندازه گیری ها بالا این در واقع توی این منحنی من بعد یک ارور بار رو اینجا میذاشتم که این ارور بار من پوینتر رو دست دادم فکر کنم بیاره دیگه بیارمش. اگر این ارور بار رو من اینجا بذارم، ارور بار اینجا باید بزرگ باشه ولی اینجا ارور بارا کوچیک میشه، اینا از هم دیگه تن تفکیک میشن. دوم اینکه اصلا امکان داره که این فلزهایی که داریم به کار میبریم در شرایط نگهداریشون امکان داره تسعید بشن یا اتفاقی بیفته. ولی خب میشه بپرسید چرا جرم اینا داره زیاد میشه؟ شاید جرم اون نمونه اصلیه که اینجا با خط سیاه نشون داده شده و قرار هیچ وقت خطا نداشته باشه و مبدا ما باشه، اونه که داره کم میشه. ما نمیدونیم، ما اونو گرفتیم مبدا، اون هر چی هست حرف اونه، بقیه رو با اون میسنجیم. پس بقیه به نظر میاد داره جرمشون زیاد میشه. خب اگر این اتفاق بیفته، فرض کن یکی از این نمونه ها توی ایران باشه و ما ترازوهامون رو با این تنظیم کرده باشیم و کتابامون رو با این نوشته باشیم و همه محاسباتمون در هر جایی بر اساس این نمونه باشه، اگر این نمونه با نمونه اصلی دیگه امروز توافق نداره، خب تمام ترازوهای ما عدم توافق درش پیدا میشه دیگه.
اون کمیت های ما تغییر خواهند کردش. اینجاست که نشون میده که آقا کار کردن با یه دونه نمونه در موزه کار درستی نیست و باید این واحدها عوض بشن. واحدها بر اساس کمیت های تغییر ناپذیر باید تعریف بشن. خب علم هم همزمان داره پیشرفت میکنه. در قرن 19 و 20 علم خیلی پیشرفت کرده. تئوریای جدید فیزیک سر کلاش دار شده و این تئوریای فیزیک کمیت ثابت های بنیادی رو به ما معرفی میکنن. ثابت اولین ثابتی که ما قرن 19 در واقع باهاش اولین ثابت هایی که سر کلاشون پیدا میشه سرعت نور و ثابت پلانک. سرعت نور که یه جوری به فرکانس و طول موج نور رفت داره، حاصل ضرب اینها میشه سرعت. یا اینکه بعد از الکترومغناطیس میدونیم که به گذردهی خلأ الکتریکی خلأ و پذیرفتاری مغناطیسی خلأ رفت داره، رابطه‌ای که من اینجا نوشتم. و این ولی یک ثابته که برای تمام در تمام دستگاه‌های متفاوت این سرعت نور یکسان خواهد بود، یکی از اصول فیزیک نسبیتی برای ما. و ثابت‌های دیگه مثل ثابت پلانک باز هم میتونه انرژی فوتون رو برای ما تعریف کنه، یا ثابت بولتزمن که نشون دهنده انرژی یک جسمی در دمای اتاق مثلا میتونه با رابطه کیویتی باشه، و یا عدد آووگادرو که نشون دهنده تعداد اتمات فیزیک اتمی که پیشرفت میکنه در این سالها و میشون نشون میده که وقتی ما میگیم 12 گرم کربن 12 منظورمون تعداد 6 تا خورده ای ضرب 10^23 تا اتم کربن هستش. و بار الکترون که با پیشرفت‌های فیزیک ذرات بنیادی نشون داده میشه که یک کمیت بنیادی و غیر تغییر ناپذیره. خب ما الان پس کمیت هایی داریم که تغییر نمی کنن. ولی اگر من سرعت نور رو با یه متری اندازه‌گیری کنم که این متر به واسطه تغییر خود متر اون میله به خاطر تغییر دما و هر مشکلی و تسعید و تبخیر یا به دلیل بالا رفتن دقت آزمایشگاهیمون اون میله بخواد هر دفعه تغییر کنه، خب این سرعت نور من دیگه ثابت نمیمونه که سرعت نور من تغییر خواهد کردش. یک ثابت بنیادی بقا ثباتش فدای تغییر یک میله در موزه میشه و یا کمیت های دیگه. اگر ما بخوایم این ثابت ها رو ثابت نگهشون داریم و دیگه تغییر نکنن، باید یک جایی اینها رو تثبیت کنیم، بگیم که آقا یک سرعت نور برابر است با 299,792,458 متر بر ثانیه و متر رو اینجا تعریف کنیم. اگر ثانیه رو که قبلا تعریف کرده بودیم، حالا دیگه متر اینجوری تعریف میشه. متر اون طولیه که وقتی سرعت نور رو اندازه‌گیری کنید دقیقاً این عدد رو به دست بیارید. پس با این روش میشه متر جدیدی رو تعریف کردش. و این شروع یک نهضتی بودش که ما جایگزین کنیم واحدهای موزه‌مون رو به واحدهای ثابت‌های فیزیکمون. شروعش بر 1983 با متر شروع شد. پس تا قبل از این اگر ما واحدهای اندازه‌گیریمون دقیق‌تر می‌شد و روش اندازه‌گیریمون دقیق‌تر می‌شد، سرعت نور رو همیشه می‌تونستیم دقیق‌تر حساب بکنیم. ولی الان سرعت نور دیگه ثابته و هر چقدر شما دقت اندازه‌گیری رو بالا ببرید، اون میله مترتونه که داره تغییر با دقت اندازه‌گیری میشه، تغییرات اون میله متر هستش. خب همینجا اتفاق دیگه هم که میفته، چون که برای ثابت قبلا برای تعریف آمپر این میو صفر رو تثبیت کرده بودن، حالا اگر ثابت نور هم تثبیت بشه اپسیلون صفر هم دیگه، اینا کمیت ها همه کمیت های ثابت ما خواهند شدش. یعنی میو صفر عدد ثابتی هستش، اپسیلون صفر عدد ثابتی هستش، سی عدد ثابتی هستن. در وقتی من با این عدد ها کار میکنم، این عدد ها بعد از آخرین رقمشون شما میتونید با خیال راحت یک صفر گنده بذارید، هیچ خطایی در این عددها دیگه وجود نداره. اینا ثابت های در مورد سرعت نور ثابت ماست، به شرط اینکه متر رو اینجوری تعریف کنی. و این اتفاقی که در 1983 میفته. و از اینجا به بعد برای کالیبر کردن به اندازه کالیبر کردن مترهامون، ما احتیاج به آزمایشگاه داریم، نه به موزه. احتیاج نداره میله رو از موزه برداریم. ما میتونیم تو آزمایشگاه سرعت نور رو اندازه‌گیری کنیم و به مترهامون رو بر اساس اون تنظیم بکنیم. این داستان با در سال 1983 در واقع آخرین تغییراتی بوده که بر SI گذاشته شد و این باعث میشه که دو دستگاه واحدهای استاندارد SI اینجوری تعریف بشه. و اون چیزیه که ما تا سال گذشته تو کتاب‌های درسیمون درس می‌دادیم. یعنی اگر کتاب هالیدی رو شما باز می‌کردید یا هر کتاب درسی رو باز کنید، وقتی در مورد سیستم SI صحبت میکنه، در مورد این سیستم صحبت میکرد که ثانیه رو بر اساس تابش طیفی سزیوم تعریف میکنن، متر رو بر اساس سرعت نور و ثانیه تعریف میکنن، کیلوگرم رو باید از تو موزه بریم یه دونه این
نمونه رو برداریم بذاریم اینجا و کیلوگرم تعریف میشه. میوسف رو تثبیتش میکنه با تثبیت میوسف و داشتن این واحدهاش آمپر تعریف میشه. برای مول باید کیلوگرم داشته باشیم، 12 گرم اتم کربن 12 رو برداریم، هر چقدر شد اون میشه 1 مول. برای ثابت، برای کلوین هم دمای نقطه سگانه آب، نقطه تعادل مایع جامد و گاز آب و در واقع یخ و بخار و آب و مایع آب و اندازه گیری باید بکنیم و کلوین تعریف میشه. و برای روشنایی هم از طیف اتم کریپتون استفاده میشه، باید داشتن بقیه کمیت ها. اینو چیزیه که تو کتاب های درسی ما هممون تا پارسال تعریف میکنیم، درس میدادیم، ولی داستان ادامه پیدا کردش. در 1983 پس این چیزی بود که گفتم تا ما متر رو تعریف کردیم، حالا تو مشکل ما کیلوگرم است. کیلوگرم موزه رو دوست نداریم، نمیخوایم با کیلوگرم موزه کار کنیم، میخوایم یک کمیت فیزیکی ثابتی رو نگهش داریم و اون دیگه تغییر نکنه برامون. با بازی با تغییر کیلوگرم واحد ثابت پلانکمون عوض نشه. ثابت پلانک که واحد جول ثانیه هستش، به راحتی بر اساس متر و ثانیه و کیلوگرم قابل تعریف هستش. اگر ما ثابت پلانک رو تثبیتش میکردیم، کیلوگرم تعریف میشدش. یعنی اگر قبول میکردیم ثابت پلانکمون این عدده و این بعد از این 5 دیگه یه صفر گنده وجود داره، ما میتونستیم کیلوگرم رو تعریف بکنیم. و این اتفاقی بود که در پیشنهاد بود در 2011 در کنفرانس 24 داده شد و همه توافق کردن. در کنفرانس بعدی در 2014 تقریبا همه مسئله حل شد و همه با اینکه ثابت پلانک به عنوان جایگزین مناسبی برای کیلوگرم هست موافقت کردن. مشکلی که پیش اومد در دقت اندازه‌گیری ثابت پلانک بود. هنوز ابزار اندازه‌گیری که بتونه ثابت پلانک با دقتی که ما میتونستیم متر کیلوگرم اندازه‌گیری کنیم نداشتی بشه. این از سال 2014 تا 2018 که کنفرانس بعدی بود، تعداد زیادی از آزمایشگاه‌های دنیا تلاش کردند که این مشکل رو حل بکنن و ما بتونن واحد ثابت پلانک رو با دقت اندازه‌گیری کنن که بشه کیلوگرم رو با همون دقت قبلی نگهش داشت. و اینجا بودش که واحدهای استاندارد در سال 2018 باز تعریف شد و ما امروز الان نیو اس آی یونیت رو داریم. این اون ترازوییه که باعث شد که این اتفاق بیفته. ترازوی کیبلی هستش که در مرکز ملی استاندارد در امریکا، در یکی از سایت‌های مرکز استاندارد امریکا نگهداری میشه و میتونست نشون بده که با دقت 13 در 10 روی 10 به توان 9 میتونه توانایی اندازه‌گیری ثابت پلانک و در نتیجه استاندارد کردن کیلوگرم رو داره. خب الان چه اتفاقی میفته بعد از 2018؟ حالا این باید به تمام کشورها منتقل بشه، به تمام کشورهایی که در پیمان متر هستن از یک روزی از واحدهای جدید استفاده بکنن. اون روز، روز 20 ماه می 2019 بودش که در 144 سالگرد پیمان متر واحدهای جدید SI عملیاتی شدش و به تمام کشور اعلام شدش که این گونه هستش. یعنی ما از سال الان نزدیک به یک سال هستش، بیش از یک سال هستش که ما واحدهای اسایمون اصلا عوض شده دیگه. اون کیلوگرمه کیلوگرم ما نیستش و ما واحدهای جدیدمون چهار بر اساس چهار کمیت ثابت در واقع کمیت های کلوین و آمپیر و کیلوگرم و مول و بر اساس کمیت های ثابت فیزیکی تعریف کردیم. بقیهشون که قبلا تعریفی اون ستای دیگر تغییری ندادیم. خب من اگر بخوام حالا واحدهای جدید SI رو معرفی بکنم، باید این منحنی رو شما نشون بدم، این دمودارو. اینجا اون چیزیه که ما کتاب‌های درسمون سال دیگه باید تغییر کنه. یعنی اگر سال آینده قرار شما فیزیک درس بدید یا هر مهندسی درس بدید با واحد اصلی، و در مورد واحد اصلی باید این گونه صحبت بکنیم. ثانیه همچنان بر اساس طیف اتم سزیوم هستش، طیف نشی اتم سزیوم، فرکانس طیف نشی اون تابش سزیوم هستش. متر همچنان بر اساس سرعت نور، یک ثابت فیزیکی، و ثانیه تعریف میشه. اگر من ثانیه رو داشته باشم، سرعت نورم داشته باشم، متر تعریف میشه. برای کیلوگرم دیگه نمیرم سراغ موزه. این دفعه اگر اچ پلانک رو داشته باشم، ثابت پلانک رو داشته باشم، ثانیه رو داشته باشم و متر رو داشته باشم، کیلوگرم تعریف میشه از اونجا. برای آمپر کافیه که ثابت
بار الکترون ثابت بگیرن و مقدار بار تقسیم بر ثانیه‌ای که دیگه قبلا تعریف کردیم آمپر رو به ما خواهد دادش. پس آمپر تعریفش دیگه شد بر اساس بار الکترون و بار الکترون یک ثابت هستش. عددی که ما نشون میدیم بعد از آخرین رقمش میتونیم یک صفر بذاریم با خیال راحت. در مورد مول کار خیلی ساده است، یه عدد فقط، این عدد 6.0 خورده ای در دفتر 23 که تو اون جدول من شما نشون دادم و اینو میگیریم مول. این تعداد اتم میشه یک مول، اصلا هیچ کاری هم به هیچ چیز دیگه ای ما نداریم. در مورد ثابت کلوین هم کافی ثابت بولتزمن استفاده بکنیم به کمک ثابت بولتزمن و متر و ثانیه و کیلوگرم شما ثابت بولتزمنتون تعریف میشه. و کاندلا هم که همون داستان قبلی هستش، از این کاندلا یه مقداری واقعا هنوز هم همه رو نگران میکنه. کاندلا یکی از تنها کمیتی تو این هفت کمیتی که به انسان بستگی داره، یعنی اگه انسان وجود نداشته باشه قابل تعریف نیستش. حتی هیچ کدوم از اینا مطمئنن اگه انسان نباشن قابل تعریف نیستن، ولی کاندلا به طور خاص به توانایی چشم انسان بستگی داره. این رو در مورد روشنایی صحبت میکنه که برمیگرده به توانایی چشم انسان و یه مقدار از فضای فیزیک فاصله میگیره، ضمن اینکه نسبت به شدت نور و توان تابشی و اینها حساس هستش، برای همین کمیت های ام و اس و کیو کیلوگرم توش سر کلش ظاهر میشه، ولی با این حال یه مقداری متفاوت از این داستانه. در مورد مول هم همچنان صحبت هستش که اصلا دیگه وقتی که تبدیل شد به یه عدد اصلا احتیاج هستش ما نگرش داریم یا نه، ولی فعلا این هفت کمیت کمیت های اس آی جدید هستش. الان ما باید به این هفت کمیت کار کنیم. خب حالا وقتی درس میدیم چه اتفاقی میفته در تدریسمون؟ دیگه از این به بعد وقتی در مورد ثابت پلانک، بار الکترون، ثابت بولتزمن، سرعت نور، عدد آووگادرو اینا صحبت میکنیم، اینا عددهای دقیق هستن. اگر عدد با 9 رقم داریم مینویسیم، رقم بعدیش دیگه صفره و دیگه لازم نیستش که بگیم که این با این دقت نوشته. تمام این عدد دقیق دقیق هستش. ولی از اون طرف مثلا در مورد کیلوگرم استاندارد دیگه دقیق نیست، این دقت با یه دقتی هر دفعه اندازه‌گیری بشه و هر چقدر ما با دقت اندازه‌گیریمون بره بالاتر اون کیلوگرم است که تغییر میکنه، هیچ تغییر دیگه نخواهد کرد، کیلوگرمی که عوض خواهد شدش. و یا مثال خیلی جذاب شاید برای شما این باشه که میو صفر و اپسیلون صفر تا سال گذشته برای ما اعدادی دقیقی بودند، به خاطر اینکه اینها رو سرعت نور دقیق بود، میو صفر هم دقیق تعیین شده بود، اپسیلون صفر هم که از روی این رابطه به دست می اومدش، پس اینا دقیق بودن. الان دیگه دقیق نیستن، الان الکترونه که دقیقه. این میو صفر و اپسیلون صفر با اندازه‌گیری تغییر میکنن دیگه، اینها عددهای دقیق. این عدد 4 فی عدد حتی منفی 7 که شما همیشه هنری در متر می نمیگفتیم، من گفتیم عدد دقیق دقیق هست، اینجوری دیگه نیست، این الان خطا داره داش، بعد هر محاسبه ای میتونه عددش تغییر بکنه. این عدد هم در مورد اپسیلون صفر هم این خاصیت هستش دیگه، اینها عددهای دقیق ثابت های فیزیکی نیستن برای ما با تعریف جدید. نقطه سگانه آب هم دیگه، دمای نقطه سگانه آب هم دیگه 273.16 کلوین نیست، میتونه بعد از این 6 یک عدد بیاد، به بالا رفتن دقت آزمایش میتونه رقم های بعدی سر کلش ظاهر بشه. البته الان جوری تنظیم شده که حداقل با این تا اینجا توافق داریم، یعنی در 273.16 مشکلی نخواهیم داشت، ولی به با بالا رفتن کیفیت اندازه‌گیریامون بعد از این 16 رقم‌های بعدی سر کلهشون ظاهر خواهد شدش. این هم اتفاقی، اینها چیزایی که ما باید در بیانمون دقت بکنیم. و در نهایت بگم که خب این کاری که کردیم یک قدم نزدیک شدیم به تحقق رویای دیرینمون که ما برای واحدهامون از موزه به آزمایشگاه بریم. دیگه به جای اینکه ما نمونه‌ها رو در موزه نگهداریم، باید آزمایشگاه ها هستن که وظیفه کالیبراسیون کمی اندازه ها رو برای ما با تعریف واحد ها رو دارن. هر کشوری به جای اینکه یه موزه داشته باشه و نمونه هاشو تو اونجا نگهداری کنه، باید یک آزمایشگاه مرجع داشته باشه. و من آرزو میکنم که کشور ما هم از این وادی عقب نمونه، با وجود اینکه در سالهای گذشته خیلی به مسئله اندازه شناسی دقیق به اندازه کافی دقت نشد و یه کمی کم لطفی شدش، ولی الان زمانشه که ما همراه با کلیه کشورهای دنیا به سمت داشتن آزمایشگاه مرجع خودمون برای داشتن کمیت‌های استاندارد جلو بریم. و این حتی میتونه به سیارات دیگه هم الان دیگه تعمیم داده بشه، یعنی اگر شما در سیاره دیگه‌ای بخواید با یک فردی در این سیاره دیگه‌ای صحبت بکنید و بخواید بگید که قدتون چقدره، الان ما میتونیم بهشون بگیم قدمون چقدره، میتونیم در مورد واحدهامون باشه صحبت کنیم، میتونیم اتم سزیوم رو بر اساس عدد تعداد اتم ها، تعداد الکترون ها، پروتون ها، نوترون هاش
اتم سزیومو بهش معرفی کنیم، عددی که قابل شمارشه میتونه بفهمه چیه، تیپش رو میتونه به دست بیاره و فرکانسش رو و ثانیه رو براش تعریف بکنیم، میتونه سرعت نور اون در سیاره دیگه اندازه‌گیری کنه و متر رو اندازه‌گیری کنه، و وقتی من بگم بهش که قد من 1.74 اون میتونه بفهمه 1.74 متر یعنی چقدر. ما امکان دیگه لازم نیستش که یک نمونه رو با هواپیما بفرست به یک کشور دیگه، که داریم هر جایی که یک آزمایشگاه فیزیک وجود داشته باشه میتونن در اون آزمایشگاه فیزیک واحدهایی که اندازه‌گیری رو درکش کالیبره کنن و دستگاه اندازه‌گیریشون رو کالیبره کنن. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم که استفاده کرده باشید. بسیار عالی، واقعا دست نهار نکنه، مخصوصا که سر وقت هم تمام شد و خیلی هم عالی بود. دستتون نهار نکنه. ایلی تو من یه تعداد سوالایی که توی چت نوشته شده بود رو یادداشت کردم، حالا میپرسم. در این میون ممکنه من سوالایی رو جا بندازم، دوستان اگه خواستم میتونم در ادامه چت بنویسم و من میپرسم. یه سوال پرسیده بودن که چرا سزیوم، بکنم برای زمان پرسیده بودن که چرا سزیوم انتخاب میکنن. نکنید این انتخابا خیلی کار ساده ای نبوده. اولا که یک نکته اصلیش تکنولوژیه، که اولا در تکنولوژی بتونن که این کارو بتونن راحت انجام بدن. دوما ثبات اون خط طیفی هستش. در واقع سزیوم و فرض کردن که اون طول موج، اون فرکانس سزیوم در دمای 0 کلوین هم حتی باید اندازه‌گیری بشه، که اولا که الان نمیتونیم، خیلی نزدیک به 0 کلوین میشیم، ولی در دمای 0 کلوین. ولی این طول موج، این طیف نشتی خاص سزیوم ظاهرا پایداری خیلی بالایی نسبت به تغییرات دمایی داشته و برای همین انتخاب شده بوده. فقط مسائل تکنیکاله. در واقع کاری که این کنفرانس عمومی میکنه در سالهای مختلف و افراد مختلف و کمیسیونهای مختلفی که دارن که روش کار میکنن، روی این اندازه‌گیری هم باید کار کنن. یعنی فقط اینکه ما راحت بگیم که اتم سزیوم، باید بهش بگیم چگونه این ثانیه رو باید اندازه‌گیری کنید. وقتی ما در مورد کیلوگرم صحبت میکنیم، گفتم 4 سال این داستان اس آی جدید عقب افتاد، به خاطر اینکه روش استانداردی برای اندازه‌گیری کیلوگرم جدید نتونستن با دقت خوب ارائه کنن. دانشمندان و متخصصین 4 سال روی روش اندازه‌گیری کار کردن، بعد همراه با تعریف باید روش اندازه‌گیریش هم داده بشه. در مورد سزیوم این موفقیت اون زمان حاصل میشه و وقتی که میتونه سر بلند در بیاد، سریع مورد قبول واقع میشه. سوال بعدی اینه که اهمیت بودن در کنوانسیون متریک چیه و نقش فعال یعنی چی؟ نکنید نقش فعال اینه که اولا ما مثلا در مورد همین که این واحدها تغییر بکنه، وقتی که شما تو اون مجموعه هستید یک حق رأی دارید، هر کشور یک حق رأی داره و کشورها بعضی وقتا این تصمیم گیری ها میتونن تأثیرات اقتصادی برای کشورها داشته باشن. یعنی فرض کنید که شما اگر حالا اتفاق نیفتاد، بالاخره کشورهای دیگه هم که اونجا هستن آدم های عاقلی هستن، ولی فرض کنید که توی یه تصمیم بگیرن که ما مجبور شیم تمام ترازوهای ایران عوض بکنیم، میدونید یعنی چه هزینه ای؟ یعنی تمام واحدهای کیلوگرم اون یه دفعه تغییر میکرد. میگم مت خوشبختانه بقیه هم به اندازه ما عاقل هستن و این کارو نکردن. ولی این تصمیم گیری ها تبعاتی داره در خیلی جاها، در پزشکی، اقتصاد، صنعت، همه جا اثر میذاره. و این که ما بتونیم در اونجا یک از این حق رأیمون استفاده بکنیم، خب این خیلی حضور فعاله. ما سالهایی بوده که به دلیل ندادن حتی حق عضویت تقریبا در نزدیک به اخراج بودیم. زمینه که در سالهای قدیم ما احتیاج داشتیم که دائما اون نمونه های استان، همین الانش هم اینجوریه، هنوز هم به طور عملی ما داریم با اون نمونه استوانه کیلوگرم اون کار میکنیم، اینها رو باید دائما بفرستیم اونجا و برامون مطمئن بشیم که تغییر نکردن، هنوز استاندارد مدن. یه روش های اندازه‌گیری وجود داره که به طور دائم باید نگهداری بشه کیفیت کمیت همون، و اینها نیاز به این ارتباط وجود داره. اگه این ارتباط قطع بشه، ما یه جزیره ایزوله میشیم و اون وقت اگر من یه کارخونه تو ایران بزنم که متر تولید بکنم، از کجا معلوم که این متری که من تولید میکنم با متر همسایه ما هر دوشون درست هستن؟ اینا باید یک جوری سرشون برسه به اون متری که مثلا در فرانسه بوده، البته در روش قدیمی بودش. حالا باید به یک ابزار اندازه‌گیری سرعت نور با یک روش استاندارد برسه. و این روش اگر فردا بگن که این روش عوض شد، روش جدیدی اومد که اون دیگه روش قبلی استاندارد نیست، بعد ما تمام آزمایشگاه رو تغییر بدیم. همه اینها معنی حضور فعال میرسونه.
سوال بعدی اینه که چگونه مطمئن شویم که این ثابت ها واقعا ثابت هستند؟ چون ممکن است واحد های اندازه‌گیری ما در حال تغییر باشند. اینها در واقع پایه‌های نظری دارن برای خودش. یعنی ما الان اگر قانون تئوری نظریه نسبیت رو قبول داشته باشیم و هیچ نقضی برش ندیده باشیم، در مورد ثابت بودن تئوری نسبیت سرعت نور دیگه شکی نداریم. این نکته خیلی مهمیه. ناگهان مثالی من زدم براتون در مورد ثانیه. ثانیه رو بر اساس روز تعیین کردیم و بعد اومدیم یه دفعه دستگاهی ساختیم، یه دونه ساعت کوارتز ساختیم. ساعت کوارتز ما قانع شده بودیم که فرکانسش ثابت تر از روزه. حالا باید یا قبول کنید وقتی روز یه ثانیه عقب جلو میشه، بعد ثابت کنید، قبول کنید که ساعت کوارتزتون هر روز داره ثانیه‌هاش تغییر میکنه، فرکانس نوسانش و ثابت نوسان کوارتزتون، یا اینکه قبول کنید که نه، این ساعت کوارتز درست داره کار میکنه، روزه است که داره تغییر میکنه. این که کدومی که از اینها درسته با آزمایش‌های متفاوتی میشه بهش رسید. خیلی با چندین آزمایش، با یک سری آزمایش میشه فهمید که آقا ساعت‌های کوارتز دارن همشون درست کار میکنن، همشون دارن 100 تا ساعت کوارتز میسازن و همشون دارن با هم دیگه درست کار میکنن. اون یه دونه روزه که داره عقب و جلو میشه. پس اینجا خیلی کار عاقلانه نیست که روز ما باید استانداردمون بگیریم، پس باید عوضش بکنیم. در مورد کمیت ثابت، وقتی تئوری‌های ما دارن میگن که ثابت پلانک، اصلا اسمش ثابت پلانک، ثابت بولتزمن، ثابت سرعت نور، اینها قرار تغییر نکنن. حالا اگر من تو آزمایشگاه یه بار امروز اندازه گرفتم به سرعت نورم بیشتر از فردا شد، بعد یا قبول کنم که مترم تغییر کرده تو این وسط، یا قبول کنم سرعت نورم تغییر کرده. اگر سرعت نور رو تئوری ما میگه قبول تغییر نکرده، پس دیگه بعد اینجا قبول کنیم متر است که ثابت نبوده. پس حالا بعد بگیم اونو بذاریمش کنار و سرعت نور رو به عنوان مرجع بگیریمش. سوال بعدی اینه که مایصفر مطلق بر اساس داده‌های آماری به دست نیامده، پس چرا ممکنه هنوز دقیق‌تر بشه؟ صفر مطلق، من در مورد صفر مطلق صحبت نکردم. وقتی واحد کلوین صحبت می‌کنیم، در واقع ما برای هر اندازه‌گیری یه مبدا داریم، یک واحد داریم. وقتی ما میگیم 10 کلوین، یعنی چند تا واحد کلوین، 10 تا واحد کلوین از صفر فاصله گرفتیم. در مورد صفرش ما مشکلی نداریم. موضوع اینه که این واحد رو چجوری تعریف کنیم، که الان این واحد رو ما بر اساس ثابت بولتزمن تعریفش کردیم. قبلا این واحد رو با تنظیم نقطه سگانه آب، دمای نقطه سگانه آب، این واحد رو تنظیم می‌کردیم. الان اونو رها کردیم و رفتیم به سراغ این که با تنظیم ثابت بولتزمن این واحد رو اندازه‌گیری تعیین کنیم. من این توضیح بدم، من همه سوالات رو میخونم، حالا شما هر کدوم خودتون صلاح دونستین، احساس کردین مرتبط نیست رد بشین. سوال بعدی اینه که مفاهیم جدید فیزیک نیز در اواخر قرن قبل و 20 سال قرن اخیر میلادی مفاهیم جدیدی وارد حوزه فیزیک شده. چند مثال زدن، پاریتی، تایم سیمتری، تاپولوژیکال اینسولیتر، متاماتریالز، و چند مفهوم خیلی جدی و از بعضی جهات حائز اهمیت. به نظر شما چرا هنوز این مفاهیم وارد حوزه عمومی فیزیک مخصوصا دوره کارشناسی فیزیک نشده است؟ سوال اساسی تر، محتوای فیزیک عمومی در دوره دبیرستان و دانشگاه در طول 50 سال اخیر چقدر تغییر کرده؟ آیا در مقایسه با که آقای دکتر، این خیلی سوال به روت صحبت امروز در موضوع جذابی هستش. بله، موضوع جذابی هستش، ولی اجازه بدید که امروز ما در هول و هوش همین دوستانی که سوال‌های مطرح شده برای بابت صحبت‌هایی که من امروز کردم، به صحبت اگر سوالی دارن به سوال اونا پاسخ داده بشه توی وقت. خواهش می‌کنم. سوال بعدی، خود ثابت‌ها چطور تعیین میشن؟ فقط از روابط ریاضی؟ بکنید ثابت‌ها مقدارشون تعیین نمیشه. ما فقط قبول می‌کنیم که سرعت نور ثابته. این تئوری نسبیته که دو تا بر اساس دو تا اصل بنا میشه، یکی سرعت نور ثابت، یکی اصل نسبیت. حالا سرعت نور ثابت رو شما میتونید هر جوری دلت خواسته تعریف کنید. بگید که این مقدار واحدش شما تعیین کنید، بگید که مثلا این بر اساس وجب میخوام این سرعت رو، چند وجب بر ثانیه مثلا، یا چند وجب بر مثلا سال روز حرکت میکنه نور. اینجوری میتونم تعریف کنم. واحد انتخاب واحد با شماست. بحثی که من امروز میکنم انتخاب واحد نبود، توافق بر حسب واحد. ما بر روی متر توافق کرده بودیم، ولی اون متری که توافق کرده بودیم با تغییر دقت، بالا رفتن دقت اندازه‌گیریمون، باعث میشد که هی سرعت نورمون هی با 4 رقم با معنی دقیق محاسبه بشه، بعد بشه 5 رقم با معنی، بعد بشه 6 رقم با معنی، همینجوری داشت میرفت جلو. و بعدش اگر مترمون هم یه روزی تغییر میکرد، همه اینا به هم میریخت. ما یه جایی میگیم که آقا متر این ثابت سرعت نور دیگه با این 9 رقم با معنی که داریم
همینی هست که هست دیگه تغییر نمیکنه. اگه از امروز چیزی تغییر کرد اون متر است که داره تغییر میکنه. من ثابت نورم دیگه همین هستش. برای اینکه قبول کردیم که ثابته، میخوایم واحدمون هم ثابت بمونه. برای اینکه واحد مترمون ثابت بمونه، میچسبونیمش به یک کمیتی که به طور بنیادی فیزیک میگه به ما این ثابته. یه سوال دیگه که پرسیدن این بوده که دوباره اینم اگه خودتون سر تونستین جواب بدین، اینکه برای یک دانش آموز دانشجو ترم اول چطور میشه اول ثابت ها رو تعریف کرد و توضیح داد که بتونه متر و یا ثانیه رو تو ذهنش مجسم کنه؟ نگاه کنید، برای متر و ثانیه خیلی مشکل نداریم، چون که در مورد سرعت تصویر سرعت رو دارن و فقط و این داستان سرعت ثابت به نظر میرسه کار خیلی مشکلی نیستش. سرعت نور با در خلأ سرعت ثابت داره، اینو من فکر میکنم که کسی خیلی راحت میشه توی کلاس‌های درس جا انداختش. اون چیزی که مشکله احتمالاً کیلوگرمه، که مسئله ثابت پلانکه که یه مقدار کوانتوم مکانیک باید مطرح شده که تو سال‌های اول تا سال دوم درس مثلا فیزیک جدید بچه‌ها در مورد کوانتوم مکانیک کمتر میشنون. توی دبیرستان یه مقداری در موردش هم حتی شنیدن، در مورد مدل بوه رو شنیدن تو درس شیمیشون. ثابت پلانک رو میدونن چیه، احتمالاً به وجودش رو داره، ولی خیلی عمقی آگاهیشون نسبت به این مسئله خیلی عمق شاید نداشته باشه. احتمالاً در مورد کیلوگرم یه مقداری و یا همچنین ثابت بولتزمن که دیگه مکانیک آماری کمتری خوندن کار سختری هستش. این الان بحثیه که تمام کسایی که در مورد نوشتن کتابای درسی دارن روش کار میکنن الان درگیرش هستن. یعنی ما الان منتظریم ببینیم که کتاب مثلا هالیدی، کتابهای دیگه درسی در سطح بین‌المللی، کتابایی که در آموزش میشه چگونه قراره که این بحث رو وارد موضوع بکنن. و هر کسی هم هر معلمی هم به روش خودش این کارو میتونه انجام بده. الان من نمیدونم مثلا صحبتی که من امروز کردم به همین ساختار چقدر میتونه برای یک مثلا دانش آموز دبیرستانی چقدر میتونه مفید باشه، چقدر میتونه دنبال کنه بحث ثابت های فیزیکو. سوال بعدی، یه سری مقدمه گفتن که حالا تو کشور ما کلا دقت و استاندارد اینا خیلی رعایت نمیشه، و بعد در انتهای سوالشون این بوده که راهکارهای انجمن فیزیک و به طور کلی علما برای اصلاح این ایراد در جامعه چیست؟ نکنید انجمن فیزیک کلا همیشه نسبت به این مسئله حساسیت داشته. حالا بحثای علما هم که همیشه نسبت به این مسئله صحبت کردن. اولا که این که اصلا رعایت نمیشه که خب خیلی حرف دقیقی نیستش. مطمئنا اشکالاتی مثل خیلی چیزایی که در کشورمون اشکالاتی درش هست، اینم برایش اشکالاتی هستش. مثلا شما الان میرید وقتی که بازار میوه خرید میکنید با مقدار قابل توجهی میتونید اعتماد کنید به ترازویی که خرید کردید با دقت ترازویی که یا ولی وقتی که مثلا یا وقتی بنزین میزنید امیدوارید که حداقل بنزین وقتی میگه مثلا 20 لیتر بنزین زدید 20 لیتر باشه. این دقت ها، استاندارد سازی ها، اندازه گیری ها درست استاندارد شده باشه. یعنی اگه اون نازل بنزین استاندارد مهر استاندارد روش خورده حتما درست باشه. اگه خطکش، همه شما اگر واسه خطکش استفاده میکنید یا یک متر استفاده میکنید برای اینکه خونتون رو، ابعاد خونتون رو متر بکنید یا زمینتون رو متر بکنید، معمولا با همسایه‌تون سر دعوا نمیکنید، چون که معمولا مترها در حد قابل قبولی دقت دارن. اینا همه نشون میده که استانداردها تا یه جایی داره رعایت میشه، نه دقیق نه خوب، ولی خیلی فاصله داریم با اون حالت ایدئال که من وقتی که یک آزمایشگاهی اعلام میکنه مثلا من میرم آزمایش قند میدم و میگه قند خونتون انقدر هست، من با خیال راحت مطمئن باشم که واقعا قند خونم این مقدار هستش و این خطا در حد استانداردی که باید باشه. یه جاهایی خیلی ما نگران هستیم، وقتی که شما در خرید هندونه شاید خیلی نگران نباشید، ولی در خرید طلا مثلا احتمالاً نگران باید باشید که این ترازوی طلا سازی که دارید برای شما طلا میکشه اگر ذره ای کم و زیاد بکشه قیمتش خیلی متفاوت خواهد بودش. و این کی این ترازو رو براش استاندارد کرده، کی مجوز اعلام کرده که این ترازو یعنی تست کرده و دیده واقعا ترازوی این طلا ساز داره درست کار میکنه. اینجاها جایی که باید همون بحث اندازه شناسی قانونی مطرح میشه و اندازه شناسی قانونیه که میتونه و اداره استاندارده که میتونه این نظارت ها رو داشته باشه. در خیلی جاها ما ضعف داریم، خیلی جاها، نه مقدار کمی، ولی این که بگیم که هیچ رعایت نمیشه خب اینم خیلی درست نیستش. امیدواریم واقعا به سمت درستش بریم. انجمن فیزیک همیشه نسبت به این مسئله حساسیت داشته، همیشه هر جا تونسته مطرح کرده این مسئله و اگر بتونه کمکی هم بکنه خوشحال میشه، اگر دعوت بشه برای کمکی حتما کمک خواهد کردش.
سوال بعدی اینه که پرسیدن این درسته که به لحاظ فلسفی یا مفهومی هیچگاه نمیتوان از ثبات این هفت کمیت مطمئن شد، چون نمیشه انتهایی برای دقت اندازه‌گیری ها مستقر شد. خیلی این حرف دقیق نیستش. بازم تا یه جاییش میشه ناکه مثلا در مورد عدد آوگادرو، یه عدده، یعنی چی ما در موردش دقتش در ثباتش ما نمیتونیم میتونیم شک کنیم. خب عدد آوگادرو یه عدده دیگه، ما گفتیم 6623 تا اتم، حالا میتونستیم بگیم 7 تا، میتونستیم بگیم که مثلا 24 تا، انتخاب دست خودمون بوده، ولی یه روزی نشستن تمام این علما توافق کردن که این عددو بگیرن به عنوان این تعداد اتم، بگن یه مول، و هیچ وقت هم مشکلی پیش نخواهد اومد، این ثباتش که اتفاق نمیفته. اگه در مورد اینه که آیا سرعت نور، ثبات سرعت نور، خب تا زمانی که نقض نشده که ما قبولشون داریم مطمئنا. از حالا دیده من جواب فلسفی نمیدونم که بعد چگونه جواب بده به سوالای فلسفی، که علم قرار نیست به سوالای فلسفی اصلا جواب بده. سوال علمی ما اینه که سرعت نور الان در حد هیچ اندازه‌گیری نتونسته تغییر سرعت نور ثابت، یعنی نسبیت رو نقض بکنه، پس نسبیت درسته. پس در حال حاضر، و من در مورد حال حاضر صحبت میکنیم، شما دیدید که از 1795 که شروع شد این داستان تا حالا که هی دائما داستان تغییر کرده، هر وقت تصحیحش کردیم. اگر یه روزی هم سرعت نور ثابت شد که ثابت نیست، خب اون وقت باید بشینیم این واحده رو عوضش بکنیم. ولی علم نمیتونه به سوالهای فلسفی جواب بده، اصلا کارش این نیستش. علم فقط به سوالهای علمی جواب خواهد دادش. خب ما عملا وقتمون دیگه داره به انتها میرسه. من یه سوال آخر رو میگم و دوستان اگه خواستن سوالاشون رو میتونن حالا از طریق ایمیل از جناب دکتر بپرسن. سوال آخر اینه که برای سرعت نور احتمالا فرض بر خلأ است، آیا خطا به دقت تعریف خلأ منتقل نمیشود؟ نکنید اینا در واقع چرا، ولی موضوع اینه که خطایی که وجود داره در حال حاضر، اگر شما یک زمانی دقت آزمایشتون رو بالا ببرید، یعنی خلایتون رو دقیق تر بکنید، باید قبول کنید که سرعت نورتون دیگه تغییر نکرد. سرعت نور همین عدد است، اون متر است که داره عوض میشه جاش. همین اتفاق برای ثانیه هم میفته. یعنی من ثانیه رو بر اساس فرکانس سزیون در دمای صفر کلوین گذاشتیم، و ما هر چقدر به صفر کلوین نزدیک‌تر بشیم، امکان داره این ثانیه یه ذره تغییر کنه، این واحد ثانیه عوض میشه، این فرکانس صفر کلوین رو ما دیگه تغییر نمیدیم، ما بر روی عددی که برای سرعت نور درآوردیم دیگه توافق داریم. اینو دیگه قراره، این نه رقمی که من توی یکی از استایت‌ها نشونتون داده بودم، این نه رقم، این عددها رو بذارید، این عددها رو یک بار دیگه اینجا نشون بدم اگر تو ذهنتون باشه. این عددها که اینجا معرفی میشه، بد کردم ازش، یه لحظه ببخشید، این عددهایی که اینجا هست همشون بعد از آخرین رقمشون یه صفر میتونید بذارید. در مورد سرعت نور با 9 رقم با معنی من دارمش، با ثابت پلانک با 9 رقم اینجا داریم، در مورد ثابت بولتزمن تعدادش کمتر 7 رقم با معنی داریم، این عددها دیگه تغییر نمیکنن. اگر تعریف ما در مورد دقت ما در خلأ، ایجاد خلأ بالا بره، متر که عوض میشه، نه اینکه این عدد، این عدد دیگه توافق کردیم، مگر اینکه تا زمانی که اس آی رو ما قبول داریم این عدد رو توافق کرد. هر وقت از پیمان متر بیایم بیرون، این عدد میتونه عوض شه برامون. تا زمانی که در پیمان متر هستیم، توافقمون بر این عدد به هم نخواهد خوردش. بسیار عالی. واقعیت اینه که تعداد سوالایی که باقی مونده خیلی زیاده، ولی متاسفانه وقت ما تموم شده و ما که میخوایم مقید به وقت باشیم، من جلسه رو همینجا تموم میکنم. فقط یک اطلاعی هم بگم که برای ماه آینده شهریور ماه باشگاه فیزیک دکتر منصوری قبول کردن برامون صحبت کنن. ایشون از فیزیک پیشتای خیلی به نام کشورمون هستن و قرار واسه هم راجع به موضوع شبه علم صحبت کنن. این هم خواستم که در جمع باشین که اگه خواستین ما شهری بر ما هم شرکت کنین تو برنامه. خیلی لطف کردین که شرکت کردین و تا اینجا برنامه با ما موندین. اگه سوالی داشتین فکر کنم دکتر ایمیل بزنین حتما جواب میدن. از جناب دکترم خیلی تشکر میکنم، واقعا ارائه خیلی عالی بود و سپاسگزارم از همه دوستان. خسته نباشید. خیلی ممنون و متشکر از دعوت شما. متشکر. من هم از دوستانی که حضور داشتن تشکر میکنم.